سلام، من پویان هستم، با یکی دیگر از ویدیوهای کانال پویان آرک اومدم تا با همین بار اصطلاحات و واژگان تخصصی معماری رو بررسی بکنیم. لازم به ذکر که قبل از شروع بگم این ویدیو مخصوص کسانیه که به دنبال پیدا کردن کار در رشته تخصصی معماری هستن و شاید قصد مهاجرت به کشور کانادا و یا آمریکا رو دارن. قبلا براتون یه ویدیو آماده کرده بودم راجع به منابعی که نیاز دارید برای ورود به بازار کار، حتما لینکش رو اینجا براتون قرار میدم. اگر از این سبک محتوا ویدیو خوشتون میاد و اگر دوست دارید دانش معماری خودتون رو بالاتر ببرید، حتما کانال پویان آرک رو سابسکرایب بکنید و یادتون نره برای اینکه ویدیوهای آینده رو از دست ندید حتما علامت زنگوله رو بزنید. خب بریم ویدیو امروز رو با هم شروع بکنیم. واژه بعدی که میخوایم با هم بررسی بکنیم Air Vapor Barrier هست. همیشه این دوتا رو جدا میارن، یعنی Air Barrier and Vapor Barrier، که خیلی مهمه و همیشه این دوتا در پوسته ساختمان دو لایه تعیین کننده برای عمر ساختمان شما، برای عمر پوسته ساختمان شما و برای حفاظت از شرایط داخلی ساختمان شماست و خیلی خیلی حیاتیه. در ایران این دو واژه دو تا اسم دیگه دارن که من دوست دارم اینجا براتون بگم. این دو تا اسم رو Air Barrier رو بهش ما میگیم هوابند، توی ایران خیلی مصطلح هست، میگن لایه هوابند، و لایه بخاربند. Vapor Barrier رو به عنوان لایه بخاربند ازش یاد کن، که اگر در ایران در کار دیتیل دیزاین باشید و در کار پوسته، طراحی پوسته و نمای ساختمان باشید، حتما این لایه هوابند و بخاربند به گوشتون خورده و باهاش آشنا هستید. خب حالا تعریف Air Barrier چی هست؟ The combination of durable, structurally supported and impermeable materials incorporated into the building envelope continues around the interior conditions volume of the building inclusive of ceiling, exterior walls, windows, door, foundation walls and floors and seal together to stop the indoor outdoor movement of air. اگر بخوام ساده بکنم این تعریفو، Air Barrier به عنوان یک لایه که ما میایم دور تا دور ساختمان در داخل پوسته ساختمان قرارش میدیم تا کنترل بکنیم حرکت بیرون به داخل و داخل به بیرون هوا رو. در واقع یک جورایی ما میایم با این داخل ساختمانمون رو از لحاظ جریان هوا سیل میکنیم، اجازه نمیدیم هوا خارج بشه و داخل بشه و کنترل میکنیم هوا رو. Vapor Barrier یا همون تو بعضی جاها من دیدم Vapor، در واقع U به کار نمیبرن، VAPOR هم ممکنه استفاده بشه برای به کار بردن Vapor. به صورت عام Vapor به معنای بخار هست. خب تعریفش چیه؟ Material used in the house envelope to retard the passage of water vapor. پس میگه متریالی که ما در پوسته ساختمان و مثلا از خونه استفاده میکنیم، یه خود این تعریف غلطه چون نوشته house envelope، این میتونه برای بیلدینگ انولوپ هم باشه، یعنی هر ساختمان. متریالیه که ما استفاده میکنیم در پوسته ساختمان تا جلوی بخار و آب رو بگیریم و نذاریم اینا به داخل ساختمانمون نفوذ پیدا کنه و حتی یه جوری کنترلش میکنیم که پوسته ما رو هم، پوسته ساختمانمون رو هم از بین نبره. Called a vapor retarded in the US. پس این تفاوته اینجا مشخصه. حالا من اگر بخوام بهتر براتون توضیح بدم، خب واقعا با تکست نمیشه متوجه شد خب منظورمون از اینا چیه. توی اسلاید بعدی من رجوع کردم به یکی از پروژه‌هایی که خودم درش بودم. این ساز چوبی نیست و ما با CFS یا همون Cold Form Steel Structure اون ساختمون رو بنا کردیم. همونطور که میبینید من اینجا استاد و رانر دارم، این سازه فلزی مقاطع سردنورد رو اینجا من داشتم که توی ایران بابتره، توی کانادا به خاطره که دیگه میان المان های سازه‌ایشون رو بیشتر چوبی در نظر میگیرن برای خانه،
کمتر استفاده میشه. ما داریم الان مقطع از پوسته یک ساختمان رو میبینیم که این بخشی از دیتیل اونه. عایق حرارتی اینجا قرار گرفته که ممکنه پشم سنگ باشه، اینسولیشن به اصطلاح. چیزی که میخواستم روی این دیتیل بهتون توضیح بدم محل قرارگیری ویپر بریر و ایر بریر. خیلی مهمه این قضیه، خواهشن جدی بگیرید، چون توی کار تخصصی خودتون با این قضیه بارها سر و کار دارید و باید بدونید. توی یکی از اینترویوهایی که من رفتم، یکی از سوالاتی که بهم کردن در خصوص این دوتا لایه بود که اینها کجا قرار میگیرن. پس خیلی مهمه. در این دیتیل لایه ایر بریر در که من با رنگ قرمز مشخصش کردم در این پوزیشن قرار داره و لایه ویپر بریر در این پوزیشن. حالا چرا اینها اینجا هستن؟ وقتی که ما عایق رو در بیرون ساختمان، در بیرون سازمون قرار میدیم، در داخل پوسته، اختلاف درجه حرارت ایجاد میکنیم، به خاطری که وجود این عایق باعث میشه که ما بیرون و داخل ساختمانمون علاوه بر حرارتی متفاوت باشه. همین اختلاف و همین افت حرارت سبب پدیده میعان میشه. قبل از اینکه بیشتر ادامه بدم، یه تصویری رو دارم از 3D این دیتیل براتون نشون میدم که موقعیت این دیتیل رو بهتر درک بکنید. چیزی که میخوام الان توجه شما رو بهش جلب بکنم، موقعیت عایق حرارتی و اینکه به تبع اون چجوری ما باید متوجه بشیم ویپر بریر کجا قرار میگیره و ایر بریر کجا. توی این تصویری که دارید میبینید، پس قرمز ایر بریر ماست، لایه هوابندمونه، و این قسمت صورتیه که روش لایه ویپر بریر قرار میگیره، چون دقیقاً پشت اینسولیشنه. یک تصویر دیگه داریم برای اینکه اینو بهتر متوجه بشید. یک دیتیل دیگه هست که ما نمامون آجوریه، اومدیم یک جای اینسولیشن رو در پشت نمای آجوریمون کار کردیم و پشتش بحث سازه این ساختمان رو داریم. در جایی که اینجا مشاهده میکنید، ما منهای 20 درجه فرانهایت رو مثلا داریم، بیرون سرده، به محض اینکه عایق حرارتی رو داریم داخل ساختمان یهو 70 درجه فرانهایت میشه. در این دیتیلی که من براتون قرار دادم مشخص شده که تفاوت دمایی داخل و بیرون در قسمت اینسولیشن چگونه تغییر میکنه و ما افت حرارت رو چجوری داریم و تغییر حرارت رو ما اینجا چجوری داریم و همینجا مستعد پدیده میعان. و ما همیشه در جایی که این افت حرارت رو داریم به سمت داخل لایه ویپر بریر رو قرار میدیم و در پشت اون برای اینکه محافظت بکنیم از عایقمون ایر بریر رو قرار میدیم. در جایی که بیشتر این تغییر حرارت رو داریم، دقیقاً در پشت اینسولیشن، به خاطر پدیده میعان باید اینجا، چون تعرق صورت میگیره، باید لایه ویپر بریر رو داشته باشیم، به خاطر که اون تعرق و بخاری که اینجا در پشت نمای ما صورت میگیره، در پوسته ما صورت میگیره، به داخل نفوذ نکنه. و چون اینجا عرق میکنه، در واقع اینجا خیس میشه، خب ما این لایه رو قرار میدیم، ولی این آب ممکنه به این پشم سنگ یا این عایق حرارتی که داریم برسه و باعث ایجاد مولد، کپک، قارچ بشه و بوی بدی داشته باشه و به مرور عایق ما رو از بین ببره. لایه هوابند دو تا کار میکنه: یک، ساختمان رو از لحاظ جابجایی هوای داخل و بیرون کنترل میکنه و اجازه تنفس به عایق حرارتی که در پشتش بخار ایجاد شده توسط تعرق رو هم میده، در واقع باعث میشه که جلوی مولد یا همون قارچ و کپک گرفته بشه و عایق از بین نره. یک قاعده دیگه ای هم داریم که بخوام از این راه هم به شما توضیح بدم. جایی که مرز فضای تر و خشک ما هست، محدوده تر و خشک ما هست، رو همیشه مکان ویپر بریر، اختلاف درجه حرارت ما، بیشترین اختلاف درجه حرارت ما در این خط بحرانی قرار داره. پس همیشه در نظر داشته باشید جایی که ویپر بریر قرار میگیره، در واقع نقطه ای از ساختمان ماست که ما اجازه ورود رطوبت رو تقریبا دیگه نمیدیم. پس پشتش میشه فضای خشک و جلوش میشه فضای تا.
تر. پس این میتونه یه معیار خوبی باشه تو ذهنتون که در هر دیتیلی بدون جای ویپر بریر کجاست و به تبع اون برای حفاظت از لایه اینسولیشن یا همون عایق بیاید لایه هوابند رو قرار بدید و خود ساختمانتون رو هم با این کار سیل کردید. بیشتر نمیتونم توضیح بدم، فقط به صورت گذرا اینجا داشتیم بهش اشاره میکردیم به خاطر اینکه خیلی این مبحث میتونه گسترده تر باشه، در اقلیم های مختلف میتونه دیتیل های اساسی تری بگیره، در سیستم های مختلف میتونه شکل این لایه ها متفاوت باشه و من حتما در آینده در یک ویدیوی دیگه براتون راجع به لایه ایر بریر و ویپر بریر صحبت میکنم. خب امیدوارم از واژگان امروز خوشتون اومده باشه. ما قرار ویدیوهای آینده ای داشته باشیم که خیلی نکات مهم و خوبی در داخلش هست. عدسش ندید. حتما سابسکرایب بکنید، علامت زنگوله رو بزنید تا بتونید ویدیوهای آینده رو دست ندید.